بعد از 15 خرداد 1342 حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می شوند که با منطق و دلیل نمی توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می آید. منصور ترور می شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می دهد. اتهام می زنند که این گروه ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سپهبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود، قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می دانستیم. گروه طوفان را گرفتید. آرمان خلق کشف می شود. سیاه کل را کوبیدید. چریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد. این راه ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و ده ها گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که وضع طوری است که راه دیگری وجود ندارد و حرف یک نفر و ده نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند، به آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده ی عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمیخیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام‌ها دو ماه تعطیل است. مردم بچه‌هایشان را می‌فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500 هزار نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می‌بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا بردن سطح دانش هرزگی را رواج می‌دهند برای چیست؟ می‌خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح می‌گذارند؟ ساواک چرا میلیون‌ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارد؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه‌های عریض و طویل ساواک استخدام نمی‌شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه‌ها و ادارات و دانشگاه‌ها می‌کنند. تا کارگر لب به اعتراض باز کند، کتک و شکنجه نصیبش می‌شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقلعه می‌گوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچید که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره‌ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار اوست. متأمین سیاسی در ساواک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو می شوند. در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مأمورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مأمور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در ساواک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود.
اسقر بدیزادگان را سه بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نجات به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تحمل کردند.